اینجا تقاطع حکیم نظامی نظر غربیه و اینم فرونشست زمین. ببینید اگر حالا این برادر عزیزمون از اداره گاز اینجا هستن، از اداره آب هم اینجا هستن، کلن اندازه یک کامیون اینجا زیر زمین، یعنی مسیر راستگرد نظر غربی. ببینید اینجا زیرش کاملا خالیه. حالا اومدن عوامل شهرداری و اداره آب و اداره گاز اینجا، صبح هم هست تردد زیاده، مسیر رو مسدود کردم. خیلی خوبه که اطلاع رسانی شده، یعنی یه شهروندی نمیدونم کی دیده این داستانو و قبل از اینکه حادثه ای رخ بده اطلاع رسانی کردن. ممکن بود هر ماشینی اینجا یهویی توسط زمین بلعیده بشه. اینجا هم نشست کرده. خب با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز. ببینید دوستان، این کارایی که ما میکنیم اگر کوچکترین بیدقتی درش انجام بشه، خب همه چیز ما به هم میریزه دیگه. دوستانی که توی اون تیکتای 20 دلاری رو خریدن، در این قرعه‌کشی که الان انجام میشه شرکت داده میشن. آقای نوردین و انگرزم که گفتن که 6 تا تیکت دارن، درست گفتن، 6 تا شماره هم به ایشون داده شده. 10338، 10339، 10340، 10341، 10342، 10343. اینا 600 دلار، 20 دلار، 30 تا تیکت 20 دلار خریدن. این 6 تا تیکت مربوط، این 6 تا شماره مربوطشه. خانم مژگان شماره خودشو داره. الان شماره ها رو در میارن آقای رامین عزیز. و اینجا هم دو تا چه عددی مونده بود اونجا آقای سینا؟ عدد دو مونده بود؟ دورم بذارید رو صفحه لطفا. دوستانی هم که صندوقاشون تعیین نشده تا حالا، مثل رضا امایس، زهره محمدیان، بهجت تهرانی، توسلی منوچهر و لیلا عبادی، اینا خواهش کنم صندوقاشون رو تعیین بکنن. الان مربوط به اون تیکت 20 دلاری هاست، استیکرهای 20 دلاری که خریده بودین، اسمارم بارها خوندم دیگه احتیاج نیست بخونم، 50 و 60 نفر شرکت داده شده اند در این قرعه کشی. خب شما از سمت راست شروع میکنین دیگه ها؟ بله بله، از سمت راست. از سمت راست. بله بله. خب اول شماره ها رو بندازم. در حقیقت 3 تا شماره باید بکشین. بله. چون 0 و 1 تون که 3 تا شماره میشه. 0 و 1 همشون 0 و 1. همه یک خب. گرفتن و 3. بذارید روی دوربین. یکی از دوستان بیاد اینجا. همه بیننده های شما 0 و 1 گرفتن. آقا یکی از دوستان بچهای اتاق فرمایی یکی بیاد اینجا. یه دوربین ببرین نزدیک رو شماره زوم بکنه فقط. میتونی همینو بیاری نزدیک بعد دورش کنی، مشکل نداره. دوستانی هم که در خانم مژگان، هلو به شما، درود بر شما. خانم زری خانوم، فرزین صادقیه، مهران مسیحا، سعید شوری موتوری، آقای تابش، شما زنی نزدی اینجا پس چرا؟ کوروش حقیقی، بهروز جعفری. بله قلب من به تاپ تاپ افتاده، بیچاره بیننده ها رو همینجور. چرا از اونجا؟ اوکی بیا من میام روی کارگردان ما. کجا من دوربین رو میبینم؟ من اگه سرگیجه گرفتم، سرگیجه گرفتم افتادم. دوربین رو عوض کنین. خب درست شد دیگه. آه یک، این شماره یک. آخه صندوق هم من نشون بدی که من میدادم تو صندوق قربان. آقا یک پای دوربین باید وایسته. یک آقا ما این یه سوال، شما تا حالا تو مدرسه صفر گرفتید؟ صفر نه به جون مادرم. یک چی؟ هرگز. خدا رو شکر. اصلا معلم جرئت نداشت من اگه هم صفر می‌زدم، جرئت داشت من صفر بده. چرا؟ چون عمتون مدیر مدرسه بود. نه آقا غیر از اون خودم بزن با دور بودم. یا معلم معلم من. آقا یک چرا چه آقای آرش؟ خب درست شد الان اومد آقای ما. خب قرعه کشی داریم. چه قرعه کشی؟ تابلوی فرش. خب الان دیده میشه، بده بده. خب این شماره یک. نمیدونم اونجا تو اتاق فرمان چه خبره. خب یه دوربینو آخه آقای ما، این کسایی که عزیزم دوربینو زوم کنین روی دست و این صندوق. سر آقای رامینو نمیخوایم. این سر منو ببرید اصلا. کجا رو ببینم؟ با با کو
آه دست رو آخه در صندوق دیده نمیشه. آخه در صندوق باید دیده بشه. پدر بیام درش باید دیده بشه. برای همین این یکی دوربین رو بگیره. باید عزیزم باید این یک لحظه اگه یکی بیاد پشت این دوربین درست میشه ها. به جون بابا. مرسی. آره با این زوم کن بیا رو دست من قشنگ کن ببینم. خانم مهناز یه وقت تشریف بیارید اینجا. خانم مهناز تلفن داره. آقای تابش میگه من زنگ زدم. خب صحبت کرد آقای تابش. آقای تابش الان تیکت خریدن؟ خب خوب بدیم من بدیم الان میخوام شماره. نه چرا باید شماره شو بزنیم الان بهش. اوکی شماره یک بی جون بابام شماره یک. آقای آرشین شما یه صبر کن. خانم منیجه میگه آقای من شما همش سرتون گرمه با افرادی که تو مسابقه هستن و منتظر رفتن مصر هستن، پس بقیه که تو ایران هستن چی؟ مردم دارن پدرشون در میاد، چی کار کنم خانم؟ مزدی که حقوقی که به من دادید پس بگیرید لطفا. چی طلبکارای بی خودیه خانم؟ من باید پدرم در بیاد اینجا که پول این تلویزیون تامین بشه که چهار نفر دیگه بتونن بیان حرف بزنن، شما چهار کلمه یاد بگیری. چه طلبی از من دارید شما؟ از من بازخواست میکنید؟ مگه من فکر میکنید حالم خوبه برای که 20 ساعت تو هواپیما بشینم برم؟ شما همش سرتون تو مصر سرتون نگاه نکن خانوم. شما لیاقتت همون برنامه های تلویزیون ایرانه. شما اصلا به چه مناسبت این تلویزیون رو میبینی؟ چه طلبکاری از ما دارید؟ دیروز تو حالا من به حال مرد پشت این حرف زدن عادیمو نمیتونستم. واقعا ما گیر افتادیم به این ایماش آدمی که اصلا چی میگید شما؟ اصلا شما تو ایران هستین گرفتان، به من چه مربوطه؟ چیکارتون کنم؟ مالیاتتون یکی دیگه میگیره، نفتتون یکی دیگه میگیره، شما عرضتون قرض زدن به بنده است. واقعا حیرت انگیز کار ما تو این مردم. خب بریم اگه شما رو اگه اجازه بدین آقای همون شروع کنیم. شماره یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر. روی یک موندیم یه دقیقه. بله بفهم. بله شماره یک رفت داخل گوی چرخان. شماره دو قایم شده اینجا. این هم شماره دو. چه گویای قشنگه. به این هم شماره سه. آقای آرش من درست نشون میدم دیگه. خب شماره چهار. این هم شماره چهار رفت توی اینجا. تابش سه تا چند چقدری خرید؟ این شماره پنج. برو آقای تابشم میدونه شارژ نکنیمش. نه بهش داری بگی. نه سب ببینم. سب کن یه لازم ببینم قبلا بوده شماره پنج. نه اصلا قبلا هم نبوده اسمش. نه نبوده. نه بگو پنج تا بیست دلاری که بخنه یه شماره میگیرن. شماره یه شارژشون هم نکنیم. اوپشت کجا رفتش بوی ما دفعیم پشت قایم شد. این هم شماره شیش رفت اینجا. شماره هفت به نیت هفتن معلوم. چرا بلند حرف میزنی شما؟ خب بیننده ها میشنون من تو میکروفون حرف بزنم و یواش هم آقای مویم. شماره هفت. شماره هشت. تصویر عقب درسته صدا مچه. شماره هشت. این هم شماره 9 به نیت 90 تن. این هم 0 بعد دبل 9. خب سلامتی رفت توی اینجا. درش هم قفل مهرموم کردیم. خب ما در خدمتیم. از این دوربین شما بر ندارید لطفا. این دوربین تکون ندارید. هر وقت آقای پیر خراسانی بگه من یه شماره رو در میارم. نه بابا تکون زمان زمان داره. خب
هر موقع شما بگید آقای من بچرخونم بچرخونم بلن بچرخون بگید و ارزش کن بخوده خب حالا یکی در بیرون به نیت هست دیگه شما در بیرون چشم آقای رضا ام آی اس بابا یه شماره صندوق تو باید تعیین کنی بفهم در بیرون خب نگاه نکنی میتونی نگاه خب نگاه هم بکنم فرقی نمی کنی شماره های مردم که من نمیدونم کی حالا نگاه نکنی شماره دو چسبید به شماره شماره یکه شماره یک خب شماره یک اولین شماره از سمت راست شماره یک خب بذار اینو بذارم تو این شمارهش یه توپمون شماره نداره الان اینجا فکر کنم اینه این شماره دوش اومده بود بیرون چلت دو به اون یکی توپ اوکی خب آقای رضا امایس هم شماره دومی شد صندوق شماره دو خب الان عزیزانی که شماره هاشون اولین شماره شون از سمت راست یکه جزء برنده هان حالا بریم بقیه خب شماره یک کسایی که اولین شماره سمت راستشون یکه شماره دوم شماره شما فکر میکنین چند باشه شماره دوم آقای امایس آرش تو حدس بدن شماره دوم نه بابا حدس نزن یه وقت درست من آسمون رو دارم نگاه میکنم آسمون هم که سقف به اینجا نمیشه دید شماره 6 خب شد 61 61 دوباره این شماره 6 رو برمیگردیم داخل صندوق کسانی که رقم اولشون 1 بود نه 6 رو نباید برگردونی چرا دیگه آقای نه شما 4 شماره بیشتر دیگه ندارید 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 نه آقای شما تو یکانتون آقای ریاضیات من نگاه کن بله شما از 10001 شروع کردی بله تا 10400 بله شما 10500 نداریم الان اگه 5 در بیاد نداریم الان 10 گان 100 گان رو داریم در میاریم درسته بسرم خب درست دارید میگید ما تو 100 گان بعد و 1 و 2 و 3 و 4 رو بندازیم الان تو فقط 1 و 2 و 3 و 4 آفرین ریاضیات علیکی وسطش عوض کردی نه آخه یاد سر من فکر کردم توقع بازی نکن ای با... وسطش عوض کردی خب بده بچه یه جور نه یه جور حق به جانب بیا نه شماره دوباره بخوام بندازم نشون میدم دیگه 1 و 2 و 3 و 4 رو میخوام فقط 1 و 2 و 3 و 4 همه رو باید در بیاری 1 و 2 و 3 و 4 حتی میشه اونا رو هم در بیاریم هی باطل کنیم دیگه نه خب دیگه وقت داریم موسیقی داریم خب دوستان عزیز دو تا تیکت های چیزو امروز رو باید تموم کنیم دوتا ببینیم ما چجوری این 320 رو میخوایم تموم کنیم خدا به داد به نیت 5 نه 1 و 2 و 3 و 4 رو باید بندازیم اون تو یکی هم درش بیاریم خب این شماره 4 نه یکی یکی قشنگ بذار دستم از 4 میرم به 3 دیگه 4 درسته 3 و 2 و 1 0 هم نمیخوام این شماره 3 این شماره 2 صدای تپش قلبی که گذاشتید رو ای راست من دارم قلبم داره وای می 4 این شماره 1 الان دو شماره آخر و دو شماره اول در اومده یه شماره وسط میخواد 10 اول هست برای همه هست 61 اش هم در اومده الان باید شماره وسط در بیاد بفهم خیلی سخته فقط قبل که در بیارم عزیزانی که برنده میشن هزینه پست و بیمه اجناسی که برنده میشید با خودتونه بچرخون آره تو چرا میچرخی اون پشت من دارم گردونه رو میچرخونم ببین یک آخری آرش در بیار آقای آرش بیا این شما حدیت بلند شده تیشرتات آب رفته مدل آقای همایین اذیت نکنه کشکی هم آدم پیدا باشه بله برای مردم بله آقای همایین میخواید براتون بخریم شماره 4 4 یعنی شد 10461 برنده ما نداریم 61 چرا؟ 10461 نداریم چرا داریم آقای همایین نداریم به خدا آقای آلفرد 10460
تا 10462 برای ایشون بود. مبارکشون باشه. راستی؟ بله. آقای آلفه. آخر آخر. 10462. آقای آلفرد نادلنی. آقای آلفرد مبارکتون باشه. بله براشون دستم زدم. ممنون. آلفرد. آقای آلفرد برنده این فرش شدن. بله تموم شد. خب تبریک میگم به آقای آلفرد 10460 و 61 درست 10460 و 61. خب سپاسگزارم از آقای رامین عزیز. آقای رامین یه توضیح راجع به اون صندوقام بده خودت. خب سه تا صندوق واقعا ماجیک داریم اینجا که قراره شما عزیزانی که دوست دارید در سفر قاهره باشید و یک کم مشکل هستش اینکه دوست دارید اصلا با 100 دلار بیاید به سفر 4000 دلاری میتونید شاید 4500 دلار بله خیلی بیشتر اشتباه بیشتر از این میخواهید تشریف بیارید میتونید شانستون رو با 100 دلار آزمایش کنید و لاکی شخص لاکی ما باشین به قول معروف لنگ میزنید 100 دلار بابت هر صندوق هر کدوم دوست دارید میتونید یه صندوق انتخاب کنید میتونید صندوق 2 رو انتخاب کنید میتونید صندوق 3 یا میتونید هر سه تا بگید هم صندوق 1 هم صندوق 2 هم صندوق 3 یا میتونید برای صندوق 1 10 تا بخرید 10 تا 100 دلار بدید صندوق 2 10 بار اسمتون بیفته صندوق 3 10 بار اسمتون بیفته و ما 301 جایزه گوشیم الان 301 نمیشه به تعداد عزیزانی که ثبت نام میکنن جایزه تو این صندوق ها گذاشتیم به اضافه پس عوض شد داستان اینجوری شد ها؟ بله تا روز جمعه به تعداد کسایی که ورکشی جمعه آینده اول برنامه حراج ورکشی انجام هر تعداد شرکت کردن همون یعنی اگه 50 نفر هم بودن 50 تا جایزه داریم به اضافه جایزه اصلیمون که میشه واقعا ورکشی بین 50 نفر میشه 300 نفر بله هر تعدادی که باشه جالبه. هر تعدادی که ثبت نام کنید اسمتون میفته به همه شما جایزه تعلق خواهد گرفت به اضافه یک جایزه برتر که میشه سفر قاهره اسمتون تو این صندوق ها میفته و امیدوارم که برنده و همسفر ما شما باشه. آقای منو میبرید که همسفر باشه. بله سفر مصرمون خانم آقایون 8 روز و 7 شبه هر سال 5 شب بیشتر نبوده. ممنونم آقای رامین از شما. ممنون. ممنون از بینندگان عزیز. ممنون از اتاق فرمان جناب سینا. مسئول اتاق فرمان جناب آقای مشکات. هر سال 5 روز بوده. 6 روز و 5 شب بوده. امسال 8 روز و 7 شبه. که 2 شبش از این سفر تو شرم الشیخه. شرم الشیخ کاش که برید توی بزنید آقای رامین. رامین جان. بزنید شرم الشیخ و یه تصاویری ازش نشون بدید. یه شهر کاملا پیشرفته و مدرنه که تمام مهمونای مهم مصر رو پادشاهان و اینا که میان رؤسای جمهور رو اول میبرن به اونجا و از اون در اونجا ازشون پذیرایی میکنن. پس امسال 5 شب تو قاهره میمونین یعنی 23 وارد قاهره میشید تا 27 27 با ما همراه ما میریم به شرم الشیخ 29 برمیگردیم قاهره 30 از قاهره برمیگردیم به کشور خودمون. البته یک تور اسرائیل هم تور محدود اسرائیل 12 نفر اونجا ما برای اسرائیل ثبت نام میکنیم که الان اوردی 5 نفرش ثبت نام شدن. اگر کسی هست که میخواد بعد از سفر مصر بیاد به اسرائیل با ما همراه ما بیاد به اسرائیل میتواند که بخواهد که بیایم به اسرائیل. من البته سفر طولانی تری خواهم داشت که حالا توضیحاتشو نمیدم تا بعدن ولی فکر میکنم الان یه فرصت خیلی مناسبیه که دوستان برای این صندوق ها ثبت نام کنن شانس خودشون رو امتحان کنن. با 100 دلار و شما میتونید که یک
اینجور که آقای رامین الان میگفت دیگه حتی منتظر 320 نفر هم نخواهند بود، در حد همون عرضم به حضورتون که تعدادی که ثبت نام کردن شرکت میکنن. آقا یک آهنگ موزیک ما هستیم پخش بکنید، بریم و برگردیم بپردازیم به مجلس شورای ملی. بیاد بخوان نگه بخوام بدم تلویزیون و اینا. آلفرد جان مبارکتون باشه. سلام عرض و درود بر شما آقای همایون، خیلی ممنون. من اتفاقا خیلی ممنون جناب. من اتفاقا موقعی که این تیکت رو خریدم گفتم من میدونم نمیبرم، حالا گفتم نمیبرم بودم. خب خوشحالم. آلفرد یه هموطن ارمنی ماست که یک بیننده پرپا قرصمونه تو تمام حراجامون، تو تمام کمک ها. واقعا خوشحالم که شما زنده باشین. خیلی منم خوشحالم که با شما، با کانال یک، با بچه های کانال یک آشنا شدم. و منم این وظیفه شخصیمه، چون من تو مملکت به دنیا اومدم، من شناسنامم، دیپلومم، گواهی نامم، پاسپورتم، من اگه ارمنستانم برم به من میگن ایرانیه، میگن ایرانی ارمنی، آفرین. نمیگن ارمنی. آفرین. عرضم آلفرد یک کار کن با ما به سفر مصر بیای. حالا به امید خدا ببینیم چطور میشه. آره. چشم. خوشحال میشه. چشم. خیلی ممنونم. برمان. خوشحالم یه بار دیگه به تبریک میگم. ممنونم ازت. زنده باشی. ممنون دوست داریم. ممنون ازت. خب اینم آقای آلفرد. بله. بهجت تهرانی صندوق شماره 2. اون عدد 2 رو بکنید 1. صندوق شماره 2 اون عدد دو رو بکنید 1 لطفاً. بهجت تهرانی صندوق شماره 2. بهجت تهرانی، بهجت تهرانی تو دو تا صندوق داری، یکی هم قبلا داشتی، اینا معلومه باید تعیین کن اون یه دونه قبلی تو کجا بذاریم، شما تو کدوم صندوق بذاریم. بریم موزیک اعظم به حضور. نه از ایران کسی برای مصر نمیتونه ثبت نام بکنه، گذرنامه پاسپورت ایرانی رو در مصر قبول نمی‌کنن. بریم موزیک ما هستیم بشنویم برگردیم داخل. قسم به بابک، قسم به کوروش، قسم به آرش، برای عزت تو سر می‌دهم، رهایی تو را جان می‌خرم. و تو ستمگر، اسیر شهوت، در نوای مذهب، عدوی ملت، بدان که هستم اگر می‌روم، اگر نرفتم بدان می‌سرم. خوبان تنگین نباش که ما هستیم، ما هستیم.
وطن آرزوی من اقتدار تو اقتدار تو افتخار من ایران ایران سرزمین خوبان غمگین مباش که ما هستیم ما هستیم مهد در ایران یادگار نیکان دل خوش دار که ما قسم به کاوه، قسم به بابک، قسم به کوروش، قسم به آرش، برای عزت به سر می دهم. گاهی اوقات بعضی از رفقا یه حرفایی میزنن و در دقیقه است دارم فکر میکنم سلولای مغزم دود کشیده. نوشته که راجب سفر مصر بهتر بود تمام شرکت کنندگان این شانس را داشته باشن، یعنی تمام کسایی که ثبت نام کردن تو سه تا صندوق تو قرعه کشی شرکت داده بشن. بعد میگن که ولی دوستانی که صندوق اصلی جایزه انتخاب کردن ضریب قرار بدی و مابقی ضریب یک. چجوری این کارو بکنم الان که معلوم نیست کدوم صندوقه؟ خب من نمیتونم بگم که کدوم صندوقه، که سه تا صندوق داریم، تو یکی از این صندوق ها من کدومو به کی ضریب بدم؟ کیو؟ آخه نوابق ریاضیات الان سه تا صندوق داریم دراش بسته است، هیچ کس هم نمیدونه چیه. من از حالا اگر قرار بشه ضریب قرار بدم پس یعنی باید بدونم، یعنی یه عده شامل اون ضریب میشن و دیگران نمیدونن. ولی وقتی نمیدونیم تو کدومه به کی کیو ضریب قرار بدیم ممکنه بگین. خب عرضم به حضورتون که اون تصویر اون کودک رو نشون دادید که تبلت گرفته؟ بله نشون بدید لطفا که این دوستان بدونن حاصل کارشون. بله این آخرین نوجوانی است که صاحب تبلت شد برای تحصیلاتش. خب ممنونم آقای بهداد. خب عرضم به حضورتون که ما یک برنامه داریم برای ماه ده، ماه اکتبر. برای این ماه داریم از تمام کسانی که در رابطه با ایران دغدغه کار سیاسی دارند دعوت میکنیم دور هم جمع بشوند. فرمول آقای آرش، ببینید این نمودار آقای مهندس کاوه تصحیح شده شو داره، ازش بگیرید که پخش کنیم رو صدا. من الان داریم دعوت میکنیم از همه، یک حدود 20 نفر شخصیتی که در طول این ماها در پنل سیاسی ما بودن نقطه نظراتشون رو مطرح کردن، به تفاهم دست پیدا کردیم. اگر شما این برنامه آخر رو دیده باشید متوجه میشید همه شرکت کنندگان تقریبا متوجه شدن که ما میخوایم کجا بریم و چیکار بکنیم. به همین دلیل تنششون خیلی کم شد و این دوستان هر کدوم دارن شخصیت‌های تازه‌ای رو به پنل معرفی میکنن که از هفته آینده برنامه‌های ویژه‌ای تحت عنوان مناظره بین این شرکت کنندگان جدید آماده پخش میشه و شما ملاحظه خواهید کرد گفتگوهایی رو بین همین اعضای اصلی پنل و مهمانان جدیدی که وارد میشن. حدود 200 شخصیت سیاسی دغدغه‌مند به شما معرفی خواهند شد. آقا اون عدد یک رو چرا برداشتین از اون بغل؟ یک دونه مونده، این یکی هم شما خواهش می‌کنم ما رو سفید کنیم و به شما معرفی خواهند شد. این 200 نفر رو شما در طول دو سه ماه آینده در خلال این برنامه‌ها باهاشون آشنا میشید، با نقطه نظراتشون آشنا میشید. در ماه 9 یک سایتی به شما الان داره معرفی میشه، اسم سایت هم تعیین شده، کاراشو دارن میکنن، چیزایی که لازم بعد بهش خریداری بشه خریداری شده. یک سایتی خواهد بود که در این سایت به شما شخصیت‌های مختلف معرفی میشن، هم از این 20 نفری که الان هستن و اون 180 نفر دیگری که به این جمع اضافه خواهند شد.
فیلماشون، کلیپاشون گذاشته میشه و برای هر نفر یک صفحه تعیین میشه. شما میزید رو عکس شهرام همایون میزنید، عکس شهرام همایون میاد به اضافه اون کلیپاش، به اضافه یه بیوگرافی از شهرام همایون که شما میدونید این آدم کیه. در یک مقطع یک هفته‌ای انتخاباتی اعلام خواهد شد که در همون سایت شما میرید از این 200 نفر 100 نفر رو انتخاب میکنید. وقتی این 100 نفر انتخاب شدن، اون وقت از طرف تلویزیون کانال یک دعوتنامه رسمی برای اینها فرستاده میشه و هزینه شون هم تقبل میشه که بیان به 3 تا شهر در نظر گرفته شده، یا واشنگتن یا لس آنجلس یا فرانکفورت، یعنی یا اروپا یا امریکا. بستگی به این داره که تعداد شرکت کنندگان در این برنامه بیشتر از امریکا باشن یا از اروپا باشن. البته یه موضوع دیگری هم در رابطه با موضوع واشنگتن هست که اون رو حالا الان اعلام نمی کنم، بعدن خواهم گفت. عرضم به حضورتون که آقا یه عده عادت دارن مثل این آقای مزدک وحیدی. برادر اینجا یه تلویزیونه، یه عده هستن برنامه میسازن یه ماه دو ماه یه سال دو سال یه فصل، بعدم نمیرن جای دیگه. قرار نیست که همه تمام عمرشون تو این تلویزیون باقی باشن. خانم رخسان دوست عزیز من، دختر گل من، مدت اینجا برنامه داشتن، حالا ترجیح میده برنامه‌هاش رو تو تلویزیون آقای فخرآور ادامه بده. ما که پول نمیدیم به اینا که طلبکار باشیم ازشون. که آقای شهباد امیری قراری داشتن با تلویزیون در یه مدتی انجام دادن، الان هم دلشون نمیخواد برنامه بسازن. شما چی میگین؟ یک دهه میخوان یه چیزایی رو پیله بکنن از توش یه حرف و حدیث درست بکنن. نه پدر جان، هیچ حرف و حدیثی هم نیست. من با هر دوی اینا عزیزانم دوست هستم، اونا هم با من دوست هستن، قرارشون تموم شده، ترجیح میدن جای دیگه باشن. چیکارشون باید بکنن؟ هر دوشون هم دوست دارم، هر دوشون هم دوستای عزیز من هستن. خب بله، میرسیم به انتخاب. این 200 از این 200 نفری که در این مدت شما باشون آشنا شدین، 100 نفرشون در روز مجلس در مانیتورها خواهند بود، از طریق اسکایپ مستقیما نظارت میکنن بر کار مجلس. اون 100 نفری که میان در مجلس مینشینن، این 100 نفر خب طبیعتا ابتدا یک هیئت رئیس انتخاب میکنن و یک هیئت رئیس انتخاب میکنن، کارگروهای انتخاب میشه. در اون مجلس طرح حکومت ملی ایران برای تصویب به مجلس از سوی آقای شهرام همایون عرضه میشه. یعنی مجلس درست شده، حالا بنده به عنوان مجری طرح حکومت ملی میام و میگم آقا ما چنین طرحی داریم و این رو میخوایم عملیاتیش بکنیم. اون طرح که شامل مواد مختلفی است که اولیش عبور از جمهوری اسلامی است. عبور از جمهوری اسلامی، هر اسمی هر کی میخواد بذاره بذاره، اسمی که ما انتخاب کردیم عبوره، یعنی جمهوری اسلامی باید برود. جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی موادی است از قانون اساسی که دین رو در حکومت دخالت داده. جمهوری اسلامی آدم نیست. آدما یا جرم کردن یا نکردن، یا دزدی کردن یا نکردن، یا به حق کسی تجاوز کردن یا نکردن، یا به ناموس کسی تجاوز کردن یا نکردن. هر کس جرم کرده، اما از این که تو جمهوری اسلامی بوده یا سلطنت طلب بوده، باید در دادگاه ها محاکمه بشه. هر کی هم جرم نکرده، خب نکرده، طرف وکیل مجلس بوده، طبق یه قوانین انتخاب شده، شده وکیل مجلس. 43 سال یه نظامی تو مملکت بوده. ما که انقدر مثل جمهوری اسلامی نادان که نیستیم که هر کسی درجه دار باشه، افسر باشه، سردار باشه، بگیریم اعدامش کنیم. نه آقا، هیچ کس قرار نیست اعدام بشه. همه برادران ما هستن، همه خواهر. اگر کسی جرم کرده، باید طبق قوانین بین المللی محاکمه بشود و مجازات بشه. و ما در حکومت ملی آینده ایران مجازات اعدام نداریم. حتی بذارید بهتون یه چیز بگم، مجازات زندان هم نداریم. مجازات ها شکل دیگری داره.
ما باید به شکل دیگری متهمانی که مجرم هستند رو مجازات بکنیم، که حالا وقتش نیست. به هر حال بنده با این طرح خودم که شامل دو بخشه، یکی عبور از جمهوری اسلامی، یکی برقراری دولت موقت 18 ماهی که بخواهد اختیار رو در ایران به عهده بگیره، من اینا رو وارد میشم و به مجلس عرضه میکنم. مجلس یا خودم رو مأمور اجراش میکنه یا میگه نه تو لیاقتشو نداری، آقای حسن مأمور باشه. بسیار خوب، آقای حسن میشه مأمور. اما این مجلس هر سه ماه یه دفعه تشکیل جلسه میده و نظارت میکند بر اون مسیر طرح حکومت ملی. در ماجرای طرح تشکیل مجلس شورای ملی، دولت ایالات متحده آمریکا، دولت‌های آلمان، چند کشور مهم، فرانسه، ما نمایندگانی خواهیم دعوت خواهیم کرد که نظارت بکنند بر کار سه روزه اون مجلس. اون مجلس تحت تدابیر امنیتی شدیدی برگزار میشه، همه مخارجش به عهده تلویزیون خواهد بود و تمام جلسات مجلس از طریق دوربین هایی که در محل برگزاری مجلس خواهد بود به برنامهش برای همه شما پخش میشه. ما این کار خواهیم کرد و با این کارمون به مردم داخل ایران نشون خواهیم داد که ما چه قدرتی هستیم. یه نکته هم بهتون بگم، شخصا معتقدم هیچ کاری بدون شاهزاده رضا پهلوی اونجور که باید و شاید به ثمر نمیرسه. لذا بنده در همون روز اول این مجلس از مجلس خواهم خواست که دعوت رسمی بکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای اینی که بیاین در این مجلس و سخنرانی بکنن و اعلام موضع بکنن. البته حق ایشون است که بپذیرد یا نپذیرد، ولی من پیشنهاد خواهم داد به مجلس به خاطر موقعیت خاص ایشون از ایشون دعوت بکنن. قطعا میدونم که شهبانو فرح برای این مجلس یک پیام خواهند فرستاد، اما امکان حضوری پیدا نخواهند کرد، ولی مجلس با حضور 100 چهره سیاسی قطعا نقطه امیدی خواهد بود برای ملت ایران. و این همه این کارهایی که ما داریم میکنیم ضمن تقویت کردن تلویزیون انجام همچین کاری است که تا حالا اتفاق نیفتاده. همونطور که دیدید در مصاحبه با آقای دکتر جمشید اسدی، ایشون چه حمایتی کردن از این موضوع، خیلی های دیگه شخصیت های هنری، آقای مرتضی برجسته از این ماجرا حمایت کردن، خیلی شخصی که حالا خواهند پیوست به این حرکت. حالا این بستگی به شما داره که یخ کردید، شما این یختون رو باید بشکنید، شما باید بیاید وارد این میدان بشید، عزمتون رو جذب بکنید. حرف من اینه، 20 سال دارم اینو میگم، بازم تکرار میکنم، شما میتونید خانم آقایون، یعنی ما میتوانیم. باور کنید که این حکومت مفلوکتر از اون چیزیست که شما خیال میکنید. این حکومت الان متوسل میشه به یه آدم های ضعیف دونی برای علیه بنده و امثال بنده و هر چه میگذره دستش بیشتر آشکار میشه، رسواتر میشه. لذا خواهشی که من از شما دارم، یک، اگر واقعا، بله الان فرهاد نوشته ما به این مجلس خیلی امیدوار هستیم، اگر واقعا در وجود خودتون میبینید که بیایید و به این حرکت بپیوندید، تو مجلس شرکت کنید، بیایید ثبت نام کنید، به آقای آرش، به من، به آقای اعتمادی، به دبیرخانه‌ای که به زودی تشکیل خواهد شد، خانم شیوا نظامفر هم اون رو اداره خواهد کرد. آقا چی شد آقای آرش نمودار؟ شما ممکن کارهای دیگر رو فراموش کنید الان به کار من بپردازید؟ فهم جواب نمیدن؟ من چجوری به اینایی که عرضم به حضورتون چیز ندارن، الان صدا ندارن، بگم که چیکار بکنن؟ رسیبلاشون رو دوباره، همون نمودار قبلی رو بذارید، فعلا همون نمودار قبلی رو بذارید. آقای مهندس کاوه اگه صدای منو میشنوید یا زنگ به من بزنید. همون، بله، این الان ساختار این مجلس است که فراهم شده. نه عزیزم سعید و شراره، قد نیست. الان میگن که عده‌ای صدا ندارن، مشکل از رسیورشونه،
الان ماهواره به ما اطلاع داره. کاری که میتونن بکنن اینه که کانال رو دوباره سرچ بکنن و دوباره کانال یکو اد بکنن. من نمیدونم بازی ها چی ماهواره در میاره، قطعش کنید اصلا به راحت راحت. چی مثلا؟ بله، این طرح ساختاری پروژه است به نام مام، پروژه‌ای که این برنامه رو ملزومات ایجاد مجلس، میم الف میم مام، این مجلس مقدمات تشکیل این مجلس است. برق بزنید لطفا. اهدافش تشریح شده، چه مأموریت چه هدفهایی داره، چه مأموریتی داره برای انجام چه مأموریتی باید باشه. صفحه بعدی استراتژیاش چیه، روز چه مسائلی حساسیت داره، دوستانی که در مجلس میخوان شرکت بکنن باید چگونه به قول معروف نگاه بکنن به موضوعات. صفحه بعدی و اینجا زمانی است که موضوع کاندیداها مطرح میشه که کاندیداها چجوری از چه فیلترهایی عبور میکنن، چجوری شناسایی میشن، چجوری معرفی میشن، چجوری این امکان رو به رای دهندگان میدن که اونها تشخیص بدن. بله الان دارن توضیح میدن که برای ماهواره. بله اینا مدیریت رای دهندگانه، کسایی که میخوان رای بدن چجوری خواهند توانست رای بدن و این رای ها چجوری میشه، چجوری آمارگیری میشه. من تشکر ویژه دارم از آقای دکتر نواب عزیز و خانم مینوی نازنین و آقای مهندس کاوه که این ساختار رو به این شکل فراهم آوردن. اینجا زمانی است که کاندیداها باید با هم مناظره بکنند تا شما از درون این مناظره ها متوجه بشوید که متوجه بشوید هر شخصیتی چجوری خواهد بود. ما از شخصیت های بسیاری دعوت خواهیم کرد که در این مجلس حضور پیدا بکنند که بخشی از اونها از داخل ایران هستند. خیلی خوب. خب به این ترتیب ملاحظه می کنید خانوما آقایون، یک تلویزیونی که هیچ بودجه ای از هیچ دولتی نمیگیره، با این کمک های مالی شما، با این خرید های شما سر پا هست و خودش رو سر پا نگه داشته. این کارایی هم که شما میبینید، این کارا همش خرج داره، وبسایت درست کردن، نمیدونم تشکیلات درست کردن، اینا که کار ساده نیست، اما همه اینا با همین 3000 درشه پول شما هست. و ببینید چقدر این پول اهمیت داره. حالا یه دونه تیکت 100 دلاری اونجا مونده، هنوز هیچ کس به قول معروف آقا بیاد، آقای مسکابه 10 دفعه زنگ زده. بیا الان با اون تلفن شما رو دارم میگیرم. بله مجلس هم منده آقای سعید سوالی میکنه، نه بنده تر جنبش ما هستیم اونجا عرضه میشه، هر کسی دیگه هم تر دیگه داره عرضه میشه، اون تری رو که مجلس تایید بکنه عملیاتی میشه. نه مجلس خودش تر نه، کسایی سازمانهایی احزابی شناخته شده ای اگر طرحهای اجرایی داشته باشن مثل بنده طرحشون رو به مجلس ارائه میدن، اگر مجلس هر کدوم اونها رو بپسنده تایید میکنه. خب آقایون خانوما ما الان 10 دقیقه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک دونه از اون حرف من یه دونش مونده. ممنونم از ریاهی از هلند. حالا ما برای این کارهایی که این کارها رو بکنیم کارهای مختلفی داریم میکنیم و امیدواریم شما حمایت بکنید. یکی از اون کارها این ماجرای این سه تا صندوقه، ماجرای تیکت‌های 20 دلاری پروندهش بسته شد، آقای آلفرد برنده شدن، تمام شد. الان آقا بیا، آقای مرشد اینجاست، آقای آرش. الان سه تا صندوق، این سه تا صندوقی که اینجا هست، دوستان شرکت میکنن. بعضی از دوستان تو هر سه تا صندوق شرکت کردن، 7 نفر: البا، فرزین صادقیه، دکتر ترانه آزادی، پیمان نظامی، شهرام یوتا، سعید و شراره، آناهید. تو هر سه تا صندوق اینا اسمشون هست. صندوق شماره 1 و 3 خانم افسانه جیان هست، مژگان هست و آذر صیاد. صندوق شماره 1 تربیت مقدم، فرهاد از ونکوور، راد پارسی، پروین دشتی، نیکو اقبال، ریاهی از هلند، رضا ام آی اس. صندوق شماره 3 آقای آلفرد، همین آقای آلفرد، رامین ما هستیم و خانم روشن ضمیر عزیز. صندوق شماره 2 کوروش حقیقی، بهجت تهرانی، محبوبه از تگزاس، آقای مصطفی و آقای
رضا ام آی اس. چند نفر هستن هنوز شماره هاشون رو ندادن. خود آقای خانم زهره محمدیان، آقای بهجت تهرانی، توسلی، منوچهر و لیلا عبادی، اینا صندوقاشون رو انتخاب نکردن. بله آقای آرمین عزیز، آرمین نظامپور، من هم امیدوارم، خیلی ها امیدوار به این مجلس امید بستن. همه چشم ما به شماست، شما که ساپورترهای این برنامه هستید، این تلویزیون هستید، شما اگر کمک بکنید و ما بتونیم این کار رو به نتیجه برسونیم، مطمئن باشید نور امیدی در دل مردم ایجاد خواهید کرد که بله. نه آقای خانم سحر، اونا توی ما اتفاقا این موضوع پیش اومد، ما شروع کردیم طرح حکومت ملی رو توی تلویزیون بیان کردن، بعد دیدیم جمهوری اسلامی بعدش تون تون یه چیزایی رو اعلام کرد. یکی از چیزای طرح حکومت ملی میدونین چیه؟ باورتون نمیشه. آقا ما این همه بیکار داریم، خوب گوش بدیم، این همه بیکار داریم، بعد یک عده‌ای رو به زور ور میداریم میبریم تو ارتش، تو سپاه به عنوان نظام وظیفه. خب چه کاریه؟ آقا اینا رو استخدام کنید، ارتش و سپاه آدم استخدام کنه، برای اینکه آدما آماده جنگیدن باشن 3 ماه کافیه. جوونی که نمیخواد، جوونی که آقا جوونی که قرار ریاضیدان بشه، چرا بیاد بر وقتشو تو مسترا شستن تلف بکنه؟ استخدام کنه ارتش و سپاه. عادل جون عزیزم، عادل خانم، این میزم آخر سر میگم. آره عادل چی شد؟ مژگان عزیز یه تیکت دیگه خرید. مژگان جان کدوم صندوق بذارمت؟ الان مژگان مژگان تو 2 تا صندوق هست. آره مژگان تو صندوق هست، رفت تو 3 تا صندوق. مژگان 8 نفره که تو 3 تا صندوقه. عادل جون من، عزیز منم، همسفر مصر ما، خودش ثبت نام کرده، پول مصرش هم داده، یه دونه تیکت خریده برای رامین و شلوارک زیباش. خدا شانس بده، والا به خدا اینجا ما پدرمون در میاد، آقای رامین 2 دقیقه میاد رو ار چیز پیدا میکنه، فن پیدا میکنه. کار دیگه شما همینین دیگه، همه تون همینین، همه همینین. بگذاریم، عرضم مژگان جون آی لاف یو، خیلی ممنونم ازت، تو هم یه دونه تیکت خریدی، سپاسگزارم. خب بله، نه مزدور، منم جواب شما رو دادم، ناراحت نشدم، منم جواب شما رو دادم. عرضم به حضورتون که در مورد نظام وظیفه، ببینید خانم آقایون، این همه ما بیکار داریم، جوون رو میبریم 2 سال چیکار میکنه؟ 3 ماه آموزش بهش میدیم، بقیه ایام باید راننده افسر نگهبان باشه، نگهبانی بده. شما فکر کن یه آدمی که باید مغزش توی لابراتوار باشه، ما برمیداریم به زور میبریمش نظام وظیفه. آقا رضا شاه موقعی که این کارو کرد داستان با الان فرق کرد، ما اصلا نظام وظیفه اجباری نمیخوایم، ملغا باید بشه، باید داوطلب باشه، بیاد به حقوق بدیم، مگه کمر دولت بیل خورده؟ باید حقوق بده. ما اصلا ارتش نظام 600 هزار نفری میخوایم چه کنیم؟ این 600 هزار نفر تو سپاه و تو ارتش چی کار دارن خیال میکنیم میکنن؟ رانندن، نمیدونم نگهبانی از خونه آقای افسر بدن. این پستای اضافه رو حذف کنید، بقیه هم استخدام کنید، حقوق بدید بهشون. چرا وقت جوانای مردم رو به بتالت میگذرونی؟ یه آدمی که باید بره دکتر بشه چرا باید بره مسترا بشوره اونجا؟ چرا؟ خب یه آدمی نمیخواد درسش رو ادامه بده، تحصیلاتش رو نمیخواد ادامه بده، خیلی خب بره استخدام بشه، بره گروبان بشه، بره سرباز صف بشه. شما فکر کنید همین یه موضوع چقدر میتونه نارضایتی رو در ایران از بین ببره. نظام وظیفه اجباری، آقا هر گونه اجبار، اجبار این که چادر بذاری، اجبار این که چادر برداری، اجبار این که بری نظام وظیفه،
هر گونه اجبار باید در جامعه ایرانی منسوخ بشود و آموزش باید تا مقطع دیپلم رایگان بشود و تردید نکنید و تردید رایگان. مدارس باید کیف و دفتر و مداد و اینهای دانش آموز رو بهش بدن. چه بساطی درست که یه مملکت ثروتمند، شما بریم ببینین عربستان چه کمک هزینه ای داره به مردمش میده. من کمر ما بیل خورده، سپاسگزارم از همتون. ما این کار رو خواهیم کرد دوستان عزیز، همراهان، همکاران، همسفران. مره چرا؟ حالا دیگه آره بذارید لطفاً. آرمین جان شما قصه اون چیزاشو نخور، اینقدر بابا انرژی منفی پخش نکنین. من که گوشم به دکار به این انرژی منفی شما نیست که، خودتون رو خراب نکنین بی خود. اگه اون اولی ها ممکنه ضعیف انتخاب کنه، خود تو نذار، تو بیا میدون نذار. بله بذارید اون صفحه این تصحیح شده شه. بله ملزومات ایجاد جنبش شما هستیم. بله حالا یه اصلاحات دیگه هم باز الان امروز گفتن باید انجام بشه. نه خیر، آموزش در دانشگاه نباید مجانی بشه. کی میگه مجانی بشه؟ کی گفته؟ مگه تو امریکا مجانیه؟ مگه قراره همه برن دانشگاه؟ کی گفته؟ از گولتون زدن بندگان خدا. کاری کردن تو ایران همه جوونا رویاشون دانشگاه باشه، برن بهترین سالای عمرشونو تو کلاسای بگذرونن که 2000 به دردشون نمیخوره، با لیسانس و فوق لیسانس از اونجا بیان بیرون برن روی تاکسی تلفنی کار کنن. این سیستمه. از کلاس ششم دبستان باید استعدادیابی شود، یعنی معلمان کلاس ششم باید به دستگاه دولت بگوین این پسر جوان بهتره بره آرتیست بشه. برای چی باید بره جغرافیا بخونه؟ به آدمی که میخواد بره باله یاد بگیره چرا باید بدون رئیس جمهور نمیدونم اول آمریکا کی بود؟ یه پسر جوانی که قرار بره نجار بشه، علاقه داره به کارهای نجاری، به کار با چوب، این آدم چرا وقتش رو باید تو لابراتوار شیمی بگذرونه؟ به این چه مربوطه؟ SO4H2 چیه؟ اسید سولفوریک چیه؟ نظام آموزشی رو شما 2000 نمیارزه. 2000 علابختگیه. همه این درسایی که بچه های شما میخونن 2000 به درد نمیخوره. خدا میدونه، خدا میدونه. اون کسایی که از من تو ایران پرسیدن ما بچه‌مون رو مدرسه بفرستیم، گفتم نفرستید. شهلاکه عزیز صندوق 3 نوردین. آقا نوردین تو هر سه صندوق هست، دوباره تو صندوق 1. آره اوکی، نوردین آهنگرزاده دوباره تو صندوق 1 هم اضافه شد دوبار. بله اینجا تو صندوق. آفرین آقای آهنگرزاده، میخواد بیاد مصر. شهلای عزیز صندوق شماره 3، شهلای عزیزم صندوق شماره 3. پس چه کسی در خیابانها دختران و زنان را به جرم شل حجابی کتک بزند؟ راست میگه پیروز خواسته. نه نمیدونم آقای پیروز خواسته، دلم میخواد نظر تو راجب این مفادی که راجب طرح حکومت ملی بود بگم. لغو نظام اجباری، آموزش رایگان تا مرحله دیپلم، دانشگاه باید سخت بگیره، باید کسی که اهل دانشگاه است بره دانشگاه بشینه. مدرک اصلا مدرک باید اون جایگاهش، مدرک یک هنرمند تئاتر باید اونقدر محترم باشه که معادل باشه مدرک یک دکتر. یه بچه که علاقمند تو سینما باشه چرا باید بره نمیدونم فقه بخونه؟ ببینه با پای راست باید بره تو مستر یا با پای چپ. وقتمون تمام شد، تشکر میکنم از شما. آقای مهین الان دانشگاه مجانی است؟ دانشگاه کجا مجانی؟ هیچ جا دانشگاه مجانی نیست. کجا مجانی؟ نه تو امریکا هم یه دونه دانشگاه. بله بله، تمام دانش آموزانی عرض کردم
دانش آموزانی که دارای استعدادها و نبوغ هستن دولت چشمش کور، حتی از اینه خوابشون هم باید بده. یا آدمی که استعداد داره بره تو علم فضا، در علم پزشکی، این دولت باید از همون بچگی اینو بشناسه، هزینه خودشو بده، هزینه بابا ننه‌ش هم بده. و اینا موضوعات ساده است، خیلی موضوعات ساده است. ممنونم از همتون، تشکر میکنم از سینای جوانسال، آقای آرش مشکات. ساعت 7 امشب برنامه دو روزم نیستم دیگه، شنبه و یک شنبه نیستم، خوابم، تو رخت خوابم. هی تکس نزنین آقا مدلمون تنگ شده، چیکار کنم؟ خب دو روز بعد استراحت کنم دیگه. عوضش هفته دیگه چیز داریم، بازار داریم، هر هفت روز در خدمتتون هستم. همایون همه رو بریم. I love you. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، وانچه یه خود عصبانی شدم، ببخشید، دو روز بعد جور مریضم، همین الان که اینجا نشستم با حال بد نشستم. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، وانچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. دوستتون دارم، به قلبتون رجوع کنین، بهتون خواهد گفت.